This is Michael Moore. I am here to make a citizen's arrest of the board of directors of AIG. وال استریت. سوداوران یا سارقان. We want our money back. جامعه. طغیان یا تمکین. مدیا. تعلیم یا تحمیق. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. قرن 21. آزادی یا اسارت. دنیا. بربریت یا بشریت. خاورمیانه. دخالت‌های بشر دوستانه یا کشتارهای بیرحمانه. That's our new job in the world, bombing brown people. Iraq, Panama, Grenada, Libya, you got some brown people in your country, tell them to watch the out. پزشکی، طبابت یا تجارت. They basically believe that everyone is mentally ill. Anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. بینندگان عزیز، در این بخش از برنامه همیشه قبلا اعلام کردم و معرفی کردم دکتر ناصر زرافشان، حقوقدان، نویسنده و مترجم، و روی خط تلفن داریم که سوالات مربوط به ایران ازشون بپرسیم. البته دکتر زرافشان هیچ احتیاجی معرفی ندارن، ایشون شخصیت جهانی هستن، همه میشناسنشون، ولی به خاطر عرف و نرم برنامه که هر کسی که اولین بار به این برنامه میاد معرفی میکنیم این کارو کردیم. دکتر زرافشان عزیز، با سلام و تشکر فراوان از شرکت در این برنامه. من هم از شما سپاسگزارم با بابت زحمتی که میکشید و بابت فرصتی که بهم دادید. خیلی متشکرم. جناب زرافشان، اگه موافق باشید در این قسمت از برنامه ما سوالا رو به دو قسمت تقسیم کنیم. یکی سر مسائل داخلی ایران باشه و بعد بریم سراغ مسئله اقتصاد ایران. موافق هستید؟ بله، به این فرمت میشه. بسیار عالی. بذارید از دولت آقای روحانی شروع کنیم. البته میدونم این دولت هنوز یک سال هم نیست که واقعا تشکیل شده و معمولا یک سال فاصله زمان کوتاهی که بخوایم یه دولت رو ارزیابی کنیم و بررسی کنیم، ولی تا همین جای کار فکر میکنید نقاط مثبت این دولت کجا بوده، نقاط منفیش کجا بوده، کجا رو تونستن خوب انجام بدن و به وعده‌های انتخابشون عمل کنن، کجا رو نه، و مسیری که در بخش به خصوص در جاده سیاست دارن میرن فکر میکنید به کجا داره میره این دولت؟ بله، اجازه بدید من مقدمه ای رو برای اینکه یه مقداری بهتر هم دیگر رو درک بکنیم ابتدا خدمتتون عرض بکنم. اگر بخوایم با قالب‌های ذهنی یعنی با سیاست‌های تعریف شده‌ای که می‌شناسیم، عنوان دارن، اسم دارن و سابقه دارند، برای شناخت اون چه که در ایران می‌گذره اقدام بکنیم، به نظر من کنها اساس واقعیات امور دستگیرمون نخواهد شد. یعنی فرض بفرمایید سیاست تنش‌زدایی داریم. نمیدونم فرموله برد که آقایان بسیار ازش استفاده کردن، فرمولی که بیرون از ایران مطرح بوده، حالا ماهیتش چه هست صحبت خواهیم کرد. خدمت عزیزتون عرض کنم که یه سری کلیشه های دیگه تو مسائل سیاسی هست، اگر بخوایم با اونها نزدیک بشیم با این واقعیت، به نظر من خیلی درست آنچه را که در ایران میگذره نخواهیم شناخت. برای شناخت واقعی جریان ها باید از درون به بیرون حرکت کرد. بهترین راهش اینه که ببینید اینها از ابتدا چه بودند، چه تغییرات و تحولاتی رو اثر گذروندن و امروز چه ترکیب و ماهیتی دارند. بافت سیاسی و اجتماعی جامعه ما در حال حاضر بافتی نیست که توش نطفه یک سیاست هایی در پایین، در میان مردم، در میان طبقات مختلف اجتماعی بسته بشه، در اطرافش تبلیغ و به تدریج نشو و نما کنه، هوادارانی پیدا بکنه و بعد در مقطعی این سیاست ها، حالا چه از طریق انتخابات، چه از طریق هر طریق دیگه، به دستگاه قدرت، به سیستم حاکم منتقل بشه، اونجور که بسیاری از جاهای دنیا شاهدش هستیم. تو ایران رابطه مردم با نظام حاکم، رابطه حکومت کننده و حکومت شونده از نوع دیگه‌ای هست. مردم در برابر قدرت
به طور نسبی منفعلند. به خصوص وضعیت لحظه حاضر اینه، این رو باید خوب درک کرد. یه سلسله اصول مقدس و لایتغیر اینجا مقرر شدن، معرفی شدن، و برای صیانت از این اصول مقدس و لایتغیر یه سلسله نهادها و مقاماتی هم در بالا در دستگاه قدرت یه جایگاه‌هایی تعریف شده و به وجود اومدن که پایه‌های سازمان موجود قدرت رو تشکیل میدن و برخلاف تصور شرکای اصلاح طلب دستگاه قدرت یا حالا اگر میدانند اینا تغییر پذیر نیست، برخلاف اون چه که تبلیغ میکنند، این اصول و نهادها تغییر یافتنی یا اصلاح شدنی نیستن. به همین دلیل هم بخش اصلی مبارزات سیاسی امروز در درون دستگاه قدرت و بین جناح‌های گوناگون قدرت جریان داره و بین مردم و دستگاه قدرت لااقل به همین شدت مبارزه سیاسی وجود نداره. مردم به طور عمده واقعیت اینه که منتظرند و فقط نگاه میکنن ببینن چه پیش میاد و تا حدی هم با فرصت طلبی میخوان بفهمن سمت حرکت رویدادها کدام سمته و از چه طریقی باید با توجه به این سمت حرکت، با توجه به این پیشبینی، خودشون رو حفظ کنن. و به هر حال این کشمکش ها عمدتاً و اصالتاً کشمکش هایی در چارچوب دستگاه قدرت و طبقات گروه هاییست که تکیگاه اجتماعی این قدرت رو تشکیل میدن. موضوع دیگه ای که در وارسی رویدادها و اوضاع ایران به نظر من باید مد نظر داشت اینه که در ایران کنونی برخلاف اون انگاره ای که عموما از دولت یا نظام حاکم تصور یک سازمان سیاسی واحد رو داره، یک دستگاه قدرت واحد سلسله مراتبی از بالا به پایین رو داره که خب نسبت به هم روابطشون از بالا تا پایین تعریف شده است و به عنوان یک کل واحد، یک مجموعه واحد عمل میکنه. در ایران کنونی دو تا مجموعه قدرت، یکی در دل دیگری، یعنی یکی محاط بر دیگری و دومی محیط در اون، دو تا دستگاه در واقع وجود داره که خط حرکتشون همیشه و کاملا یکی نیست. اولی که قدرتمنده و تعیین کننده است، مانع هر نوع تغییر در مبانی و چارچوب اصلی نظام حاکم میشه، یعنی مسئول حفظ و حراست اساس این نظامه، و دومی که از کاریکاتورهای دولت و مجلس تشکیل میشه، خب انعطاف‌پذیرتره و انتخاباتی هست، هر 4 سال یه بار این میاد اون میره و عمل کردش بازی در مقابل شرایط دائم و تغییر محیط و خب یه خورده انعطاف بیشتر، اما فاقد قدرت واقعی است. اینو نباید فراموش کرد. بنابراین وقتی شما از خط مشی سیاسی یا سیاست‌های اقتصادی ایران صحبت می‌کنی که حالا به هر حال موضوع بحث ماست، باید این تفکیک و این حدود رو هم مد نظر داشته باشید. علاوه بر این باید توجه داشته باشیم که هر کدام از این دوتا تو ایران الان چه چیز میخوان، به چه چیز میخوان برسن و با شرایط موجود و با وضعیتی که دارن به چه چیز یا چه چیزهایی میتونن برسن. این دوتا یکی نیست، چون به خصوص در زمینه اقتصادی شرایط عینی تعیین کننده است. خواست و ناخواست و پسند یا مخالفت نیروهای سیاسی تأثیر چندانی توش نداره و با قانون و مصوبه و دستورالعمل و امر و نهی امر اقتصادی رو به خصوص نمیشه تغییرش داد. این هر دوتا مرجع، این هر دوتا قدرت تو ایران الان هم خب خواسته هایی دارن، هم رویاهایی دارن و هم یک طرف دیگه قضیه اینه که امکانات و اختزاعات رو باید دید. باید ببینیم سوای حرف هایی که زده میشه مستقل از وعده ها، تبلیغات، چه چیزی شدنیست، به چی میتونن برسن یا خواهیم رسید. به
در مورد سیاست تنش زدایی آقای روحانی من چند تا نکته رو باید روشن کنم تا موضوع کاملا باز بشه. حتما بفهم. اولا این سیاست سیاست انتخابی آقای روحانی نیست بقیده بنده، بلکه آقای روحانی به عنوان عامل مناسب اجرای این سیاست در نظر گرفته شده، همونطور که بارها رسمن و کرارن اعلام شده است. این سیاست با اطلاع و تایید مراجع بالاتر اجرا میشه. یه وقت هست که یه رهبر سیاسی حتی پیش از اینکه به قدرت برسه یه ایدئولوژی یا یه سیاستی رو داره که تبلیغ و ترویجش میکنه تو جامعه، براش هوادار به وجود میاره و با تکیه بر این پایگاه اجتماعی خودش به سمت قدرت حرکت میکنه. خب طبیعی است که چون این کسی وقتی در قدرت قرار گرفت یه سیاست داره، سیاست خودش رو اجرا میکنه. اگر جامعه هم بهش میدون داده، قدرت داده، اگر قدرت سیاسی رو بهش تفویض کردن، به خاطر این بوده که برد اون سیاستش رو که جامعه میشناسه اجرا بکنه. اما در ایران سیاست ها در پایین طراحی و پخته نمیشند که با حمایت مردم سیاستی به کرسی قدرت بشینه و به اجرا درآید. امور سیاسی حساس و مهم از بالا تصمیم گیری میشه و به شکل امواج تبلیغاتی خب سرسام‌آور شاهدش هستید به پایین جریان پیدا میکنه، به جامعه تلقین میشه. هر روز یه خطی یه چیزی و خدمتتون عرض کنم که مجریانش هم حالا در زمینه سیاست خارجی این ماه ها شما شاهد بودید، میرن فرودگاه سرشون رو میندازن پایین، سوار میشن میرن مذاکراتی میکنن، برمیگردن به ایران سرشون رو میندازن پایین، از فرودگاه میان میرن توی مراجعی یه جای خاصی توی مراجع قدرت پشت درهای بسته بله و نه مخالفت و موافقت رو میگیرن، باز برمیگردن میرن میان. کسی که در جریان قرار نمیگیره اصلا مردمن. حتی شما شاهد بودید که مجلس، بله مجلس، حالا همین مجلس با همه یه کیفیت و ماهیتی که دارد و میشناسیم، مدعی بود که چرا ما در جریان توافق‌ها قرار نمیگیریم، چه رسد به مردمی که در واقع هزینه اجرای این سیاست‌ها رو باید پرداخت بکنن. اینه که اینجا خب کار بالا تصمیم گرفته میشه، بعد تبلیغ میشه، جا میندازن تو جامعه، نه در بطن جامعه این حرف ها نطفش بسته شده، نه پرورده شده، نه مردم در جریانش هستن و خدمت عزیزتون، نه حتی مجری سیاستی که مثلا آقای روحانی است به نظر من سیاست اوست که به اون نسبت بدیم. من گمان میکنم که به هر حال نتیجه توافق هاییست حضور آقای روحانی الان و اون توافق ها رو اون خط رو ایشون اجراش میکنه. این قسمت اول. ثانیاً اینو میخوام عرض کنم که در خود دستگاه قدرت هم این سیاست در پاسخ به شرایط عینی جامعه تدوین نشده و محصول تدبیر و انتخاب خود ارباب قدرت نیست، بلکه تا حدود بسیاری نتیجه فشارهای بیرونی، مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی و عوامل دیگه از همین جنس، از همین قبیل هست. اینه که خب شما توجه به این ویژگی ها، این خاصه ها، حالا میشه وارد عرصه شد و یه اشاره کردید به سیاست تنش‌زدایی آقای روحانی. من میخوام ببینم اون توی خود قدرت اون بخشی که موافق این تنش‌زدایی نیست و همش داره کارو بدتر میکنه تا جایی که خود آقای روحانی و خود رفسنجانی میان اعتراض میکنن به این مسئله، کدوم بخش از قدرت هست که واقعا مخالف این چیز هستش، این تنش‌زدایی هستش؟ ببینید اولا دلیلی که این دارم میگم به خاطری که واقعا یعنی همه با شرایطی که داره تو منطقه اتفاق میفته، عراق رو دارید میبینید، لیبی رو دارید میبینید، سوریه رو میبینید، یعنی واقعا دیگه شوخی نیست، یعنی دارن اینا میرن پای تجزیه کشورها و جنگ جدی، یعنی یا هست یا نیست، یعنی اینه واقعیتش. و اون کدوم بخشی از خود توی خود حکومت هست که مخالف این توافق بله. هستش؟ بله ببینید اولا مسئله منافع مطرحه تای خط. بله الان قدرت مسلط جهانی نه الان در واقع بعد جنگ دوم یه شیوه‌ای داشته که
با سه جور، چهار جور، سه تا رده، چهار تا رده افزارهای مختلف پیش میبره اهدافشو. شیوه اولش فشار سیاسیه. جایی که نظام‌های بسته هستند و خیلی تسلیم فشار سیاسی نمیشند، پشت سرش فشار اقتصادی میاد. بله. اگر فشار اقتصادی هم جواب نداد، در بسیاری جاها شاهد بوده این که تجاوز نظامی پشتشه. من خیال میکنم در مورد ایران، چون اولا این رو بگم، چون در واقع فشارهای اقتصادی به نتیجه رسیده، خطر اقدام نظامی دیگه در مورد ایران وجود نداره، به خصوص با توجه به اوضاع احوالی که حالا اون طرف قضیه حریف هم داره. یعنی علارغم تمام رجزخانی ها چنان در موضع قدرت نیستند، با توجه به گرفتاری هایی که در همین خاورمیانه، در اجرای طرح خاورمیانه بزرگ باش مواجه شدن، چندان در وضعی نیستند که دنبال اون تر. ولی تو ایران عملا شاهد هستیم که افزار اقتصادی جواب داده. بنابراین اون خطر، اونی که اشاره کردید که مناطق مختلف دیگر، اون به نظر من در مورد ایران منتفیست. اما خب منافع متفاوتی از یک طرف وجود داره، از یه طرف دیگه برخلاف اون جناحی که از ابتدا سرنوشت خودش رو گره زد به سرنوشت غرب، به سرنوشت نظام مسلط بر عرصه جهانی، یعنی اون مجموعه‌ای که نمادش آقای رفسنجانی و به هر حال ایادی ایشون هست، اطراف ایشون هست، جناح دیگه هستش که به هر ترتیب نیروی رزمیش رو بخشی از توده های پایین مردم تشکیل میدن و در مقابل اونها و در مقابل وعده و وعیدهایی که به اونها داده به هر حال محضور داره. آقای روحانی یک برنامه تام و تمام تعدیل ساختاری رو داره تو ایران اجرا میکنه. به نظر من این بحث به اندازه کافی و درست باز نشده. موافق و مخالف همه تکیهشون روی هدفمندی یارانه ها و اینه که آیا این یارانه ها یا این وجوه نقدی جبرانی یارانه ها در واقع پرداخت خواهد شد نشد، تا که پرداخت خواهد شد قطع میشه قطع نمیشه، این مسئله رو عمده کردن، در حالی که بحث سوبسیدهای تنها نیست. تمام محورهای مختلف یک برنامه تعدیل ساختاری الان تو ایران در حال اجراست و این البته تو خود حاکمیت هم مخالفینی داره، به خصوص کسانی که ظرف سالهای اخیر از طرق نظامی و امنیتی وارد عرصه اقتصادی شدن، اینا منافع کلان دارن و در هر صورت حاضر نیستن موقعیتشون رو تقسیم کنن. بله. سوال بعدی من در ارتباط با مسئله این که صحبت سر توافقنامه شد، الان 3-4 تا گروه های بسیار اصلی وجود دارن که بخوان این توافق به شکست بخوره، این ایران و 5 به اضافه 1، از جمله عربستان هست، از جمله بخشی از اسرائیل هست، توی خود آمریکا نئوکانا هستن و خود توی ایران هم یه بخشی از حکومت هست. چقدر امید میبینید که واقعا این توافق با توجه به تمام این مخالفت شدیدی که داره میشه به سرانجام برسه؟ نه من خودم شخصا فکر نمی‌کنم که واقعا عربستان یا اون بخشایی که شما اشاره کردی در اسرائیل یا آمریکا مخالف این باشد. اولا این توافق رو که شما اسم ازش توافق میبره، اسم توافق ازش صحبت میکنید، من نمیدونم مضمونش، هیچ کس تو ایران درست مضمونش چون رسماً اعلام نشده مضمون توافق رو نمیدونه، ولی تا اون حدی که از نتایج و آثار برمیاد گمان نمی کنم که مورد مخالفت اون نیروهایی که شما اشاره کردید باشه. اتفاقا جلوی صحنه دارن اینو نشون میدن، حداقل چیزی که هست. بله 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 بله. اما اتفاقا ادغام ایران توی نظام اقتصادی فعلی جهان
از طریق برنامه‌های تعدیل ساختاری من گمان می‌کنم که تو بالاترین سطوح هدف اصلی است و در واقع چیزی است که توافق شده و حاصلش آقای روحانی و سیاستی که الان تو ایران در حال اجرا هست حاصل اون قضیه است. یعنی میشه گفت تن دادن به اون سیاست‌های بانک جهانی میشه گفت تقریبا و خصوصی سازی. دقیقاً اونه. ببینید من عرض کردم حالا اگر فرصت داشتیم تو بحثای تو بخشای آینده این بحث بازش میکنیم، ولی در ایران الان یک سیاست تعدیل ساختاری تام و تمام در حال اجراست و فقط مسئله یارانه ها نیست، بحث حذف کامل نظارت های دولتی، عرض کنم که واردات بی قید و شرط، آزادی کامل واردات، متاسفم که کلمه آزادی اینجا مورد سوء استفاده قرار میگیره، آزادسازی قیمت ها، لیبرالیسم نو از کلمات خیلی سوء استفاده میکنه، صحبت از آزادسازی است که نوعی بوی رهایی میده ولی وقتی شما تو جزئیاتش برید میبینید که نتایجش چی هست. خدمت شما عرض کنم خصوصی سازی ها یعنی واگذاری نه اموال دولت، اموال عمومی جامعه که گاهی چند دهه به تدریج از پول نفت، از مالیات هایی که گرفته شده، شما یه نیروگاه تنها رو وقتی برید، یعنی صنعت برق رو در ایران تاریخچه‌اش رو نگاه کنید، بیاید میبینید چگونه به تدریج طی چند دهه از پول مردم این تاسیسات چیز اینا به ثمن بخش به بخش خصوصی داره واگذار میشه. خدمت شما عرض کنم وقت نتیجه این قضايا، نتیجه این برنامه های تعدیل ساختاری رو هم همه جای دنیا ظرف چند دهه گذشته شاهدش بوده ایم. بله. انهدام و ویرانی و ورشکستگی صنایع بومی، کاهش شدید ارزش پول ملی، تشدید بیکاری، تشدید فقر، تشدید فواصل طبقاتی، تشدید وابستگی، همه اون آثار و عواقبی که جاهای دیگه بوده و خودمون ظرف یکی دو سال اخیر این سالهای آخر دوران آقای احمدی نژاد که این برنامه ها اجرا شد شاهد بودیم که به چه سرعتی این آثار و نتایج خودش رو تو جامعه نشون داد. این برنامه داره تو ایران اجرا میشه، کمتر هم ازش صحبت دارم میکنم و به نظر من هدف نهایی این هست، یعنی ادغام و ادخال ایران تو سیستم تقسیم کار و روابط اقتصادی بین المللی است که خورده خورده داره صورت میگیره. از این بابت چندان نمیتوان فکر کرد که در سطوح بالا مخالفتی با این بیرون وجود داشته باشد. البته رقابت های منطقه‌ای یه واقعیت همیشه بوده، عربستان سعودی تو این منطقه، من یادم هست زمانی که انگلیس خلیج فارس رو پس کشید، تخلیه کرد، رفت و خلایی به وجود آمده بود، مدت‌های مدید کشمکش بود. زاهدی و عمر سقاف وزرای خارجه دو کشور بودن بین رژیم شاه و رژیم عربستان سعودی که این خلا رو کی باید پر بکنه. این رقابت‌های منطقه ایست، ولی مسئله اصلی اجرای یک برنامه تعدیل ساختاری و مرتبط ساختن و کشیدن و ادغام ایران هست، کلن اقتصاد ایران هست تو سیستم سرمایه‌داری مالی بین الملل. جناب زرش اگه اجازه دید ما برنامه رو اینجا قطعش کنیم و برگردیم بعد از آگهی که داریم بریم سراغ مسئله اقتصادی ایران و بعد تو اونجا شما اگه میشه بیشتر باز کنیم مسئله که چی داره میشه و کجا داریم میریم. من خدمتتونم. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز یه آگهی میبینیم و برمیگردیم با شما خواهیم بود در ارتباط در ادامه صحبت ها با دکتر ناصر زرافشان. با ما باشید. Thank you.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم. قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید. آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com. بینندگان عزیز، امیدوارم برنامه امشب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه وقت نداریم، فقط اینو بگم که به ادامه این مصاحبه در یکی دو هفته آیندهش، فکر می‌کنم به دو یا سه هفته بکشه، گوش بدید. سوالاتی دیگه دارید میتونید به اون آدرس و تلفنی که روی صفحه تلویزیون هست ایمیل بزنید یا تماس بگیرید. تا هفته آینده یک شنبه هفت شب، شب و روز بهتون خوش باد. This is Michael Moore. I am here to make a citizen's arrest of the board of directors of AIG. وال استریت، سوداوران یا سارقان؟ We want our money back. جامعه، طغیان یا تمکین؟ مدیا، تعلیم یا تحمیق؟ They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. قرن 21، آزادی یا اسارت؟ دنیا، بربریت یا بشریت؟ خاورمیانه، دخالت‌های بشردوستانه یا کشتارهای بی‌رحمانه؟ That's our new job in the world, bombing brown people. Iraq, Panama, Grenada, Libya, you got some brown people in your country, tell them to watch the out. پزشکی، طبابت یا تجارت؟ They basically believe that everyone is mentally ill. Anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. It's just another brick in the wall.